ممکنه که بسیاری از ایرانیان ندانند که اساساً این کریدور زنگزور که در موردش صحبت میشه در کجا قرار داره به لحاظ جغرافیایی و چه اهمیتی داره که این مقدار باعث تنش شده میان ایران و روسیه، حداقل به ظاهر. فکر کنم همه بینندگان ما میدونن که جمهوری آذربایجان از دو بخش تشکیل داره، بخش اصلی و نخشوان، و این دو بخش در حقیقت ارمنستان کنونی بین این دو بخش قرار گرفته و در حقیقت دسترسی این دو بخش جمهوری آذربایجان یا باید از طریق ارمنستان باشه یا از طریق ایران، راه دیگه نداره مگر اینکه از راه هوایی. تا قبل از زمانی که آذربایجان تونست سرزمین‌های خودش رو از در منظورم در قره‌باغ هست آزاد کنه، ارتباط زمینی جمهوری نخچوان و آذربایجان، بخش نخچوان و جمهوری، بخش اصلی جمهوری آذربایجان از طریق ایران تامین می‌شد و حتی همون موقع قبل و در موقعی که هنوز ارمنستان و آذربایجان با هم کشمکش داشتن بر روی قره‌باغ، چنین طرحی بود که بخشی از قره‌باغ برای همیشه به ارمنستان واگذار بشه در مقابل بخش جنوبی، همونجور در نقشه شما میبینید، بخش جنوبی آذربایجان، بخش جنوبی مثلا میگم ارمنستان که دالان بسیار کوتاهی هست و این دو تا بخش آذربایجان رو به هم متصل میکنه، این در مقابل به ارمنستان و در مقابل به آذربایجان واگذار بشه، که طرحی که سناتورهای حتی آمریکایی هم بود که همون موقع با مخالفت جمهوری اسلامی روبرو شد. منظورم تقریبا حدودا سال 1997 هست. بعد از اینکه در سال 2020 آذربایجان تونست بعد از سالها کشمکش سیاسی و دعواهای حقوقی با یک حمله غافلگیرانه بخشای اشغالی خودش رو آزاد کنه، بحث این کریدور مجدداً قوت گرفت. اگر که قرار باشه که دسترسی آذربایجان و ارمنستان از طریق این کریدور و نخشوان، معذرت میخوام، از طریق این کریدور انجام بشه، خب معنیش این هست که مرز ایران با ارمنستان از بین میره و ما مجبوریم و در حقیقت در قسمت شمال غربی ما فقط مرز با آذربایجان خواهیم داشت. خب به خاطر اینم هست که عوض شدن مرز، عوض شدن موقعیت ژئوپلیتیکی برای ایران بسیار مسائل دیگر رو پیش داره. به خاطر هم هر دولتی در ایران، هر حکومتی در ایران باشه، با این موضوع مخالفت خواهد کرد.